بله. با درود و سلام بر همیهنان عزیز و درود بر آقای بهبهانی عزیز. عرض کنم حضورتون امروز سه‌شنبه 25 اردیبهشت 1397 مطابق با 15 ماه می 2018 410 برنامه از 8 سال اون رو به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. عرض کنم حضورتون اول از همه میخواستم از آقای پیران تشکر کنم. ایشون خیلی به من لطف دارن و به این برنامه لطف دارن. بعد میخواستم تبریک بگم به شیرزنان ایران که قهرمان آسیا در فوتسال و در کاراته شدن. بعد به احترام اینها بگیم اوس. بعد خدمتتون عرض کنم که از امروز تا 14 ژوئن ماه رمضانه. بنده به علل فنی که خودتون میدونین روزه نمیگیرم، ولی به احترام روزداران و روزخاران تا 14 ژوئن جلوی دوربین چای نمیخورم. خدمت رو عرض کنم که دو تا نامه رسیده که یکیش رو میذاریم برای هفته آینده که خیلی حال منم گرفت، این بذاریمش برای هفته آینده و یکیشو امروز براتون میخونم. و ضمناً قبل از اینکه این نامه رو بخونم، یک هموطن بسیار عزیزی که به بنده و به این برنامه خیلی لطف دارن و بنده هم خیلی ایشون رو دوست دارم، با اینکه ایشون رو ندیدم هیچ وقت، ولی خب تلفنی با ایشون در تماس هستم. ایشون به من زنگ زدن و خواستن که درباره بیماری های قلبی صحبت کنم. و چون معمولا میگم دو هفته من وقت بدین، ولی چون خیلی به ایشون ارادت دارم، برنامه امروز و برنامه دو هفته آینده درباره اختلالات و بیماری های قلبی. بعد چیزی یادم نرفته؟ نه. خب برنامه رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم شروع میکنیم. و این دوتا نامه ای هم که گفتم درباره همین محبت را جهانی کنیم بود. این رو دوستی فرستاده، میگه حاج آقا در راه بازگشت از حج بود که در خیابان کودک فقیری را دید که غذایش را با سگ گرسنه تقسیم میکند. نزدیک رفت و پرسید چرا غذایت را به این حیوان نجس میدهی؟ کودک سگ را بوسید و گفت از نظر من هیچ حیوانی نجس نیست. این سگ نه خانه دارد نه غذا دارد، هیچ کس را ندارد، اگر من کمکش نکنم میمیرد. حاج آقا گفت سگ بی خانمان در همه جا وجود دارد، آیا تو میتوانی همه آنها را از مرگ نجات دهی؟ آیا تو می توانی جهان را تغییر بدهی؟ پسر نگاهی به سگ کرد و گفت کاری که من برای این سگ می کنم تمام جهانش را تغییر می دهد. عرض کنم حضورتون برنامه امروز ما درباره کمکاری قلبیه. و بانویرم که میخوام حضورتون معرفی کنم، بانو اشرف قندهاری، بنیانگذار آسایشگاه کهریزکه. ولی چون یک کمی برنامه امروز سنگینه، این بانو رو آخر برنامه معرفی میکنم که اگر وقت نبود بذارم برای هفته آینده، و اگر وقت بود که بلافاصله. برنامه زیاد یک کمی از برنامه معمولی سنگیتره، قویتر، چی میگن، بیشتره، ولی وقت خواهد. خب با کمکاری قلبی شروع میکنیم. به فرانسهش میگن انسوفیزانس کاردیاک. کمکاری قلبی یعنی عدم قابلیت قلب برای پمپاژ کامل خون برای احتیاجات بدن. و این یک مشکل بهداشتیه بسیار مهمه که باعث عوارض مختلفی میشه، از جمله به نفس افتادن، بهش میگیم تنگی نفس.
و خستگی بر اثر یک فعالیت بدنی. این بیماری در نزد کسانی دیده میشه که سلامتیشان خوب نیست و چندین ساله که از بیماری‌های قلبی یا تنفسی و یا فشار خون رنج می‌برند. میزان بیمارانی که از کمکاری قلبی رنج می‌برند در 30 سال اخیر بیشتر شده و یکی از علل آن پیشرفت درمان در سایر مشکلات قلبی است که باعث طولانی تر شدن عمر این بیماران می شود. کمکاری های قلبی یکی از مهمترین عوامل مرگ افراد سالخورده است و 50% بیماران بیشتر از 5 سال پس از تشخیص عمر نمی کنند. علل: کمکاری قلبی وقتی تولید می شود که قلب به اندازه کافی قدرت ندارد که خون را به سرخ رگ ها براند و یا نمی تواند به اندازه کافی پر از خون بشود، زیرا یا عضلات آن سخت شده، یعنی عضله سفت شده، و یا قلب گشاد شده و در نتیجه هر انقباض قلب قدرت کافی نداره و در نتیجه خون مدت بیشتری در سرخ رگ ها میمانه و باعث رکود آن در سیاه رگ ها میشه و این احتقان خون در سیاه رگ ها را کمکاری قلبی میگویند. کمکاری قلبی معمولاً مشکل یکی از بطن هاست، بطن چپ یا راست. در بعضی مواقع ممکن است هر دو بطن دچار بشوند. اول، کمکاری قلبی چپ نوعی است که بیشتر از همه دیده می شود. مایعات در نسوج جمع شده و معمولاً در ریه جمع می شوند و تولید اشکال در تنفس می کنند، مثل تنفس صدادار و تنگ نفس، فشار خون سرخ رگی درمان نشده یا بد درمان شده در مدت چند سال، یا اختلالات کرونریان بر اثر آنژین و یا سکته قلبی از عاملین اصلی آن هستند. و دوم، کمکاری قلبی راست. این بار مایعات معمولاً در ساق پا و مچ پا جمع می شوند و باعث ورم در اونها می شوند. این بیماری اغلب بر اثر کمکاری قلبی چپ و یا بر اثر یک بیماری ریوی مثل برونشیت مزمن، آمفیزم یا آمبولی ریوی تولید میشه. یک کمی درباره قلب خدمتتون عرض کنم. قلب از 4 حفره درست شده. 2 تای کوچک که دهلیز نامیده میشوند که خون از ریه به دهلیز چپ وارد میشه و دهلیز راست که خون از بدن به اون وارد میشه. 2 تای بزرگتر که بطن نام دارند، بطن راست خون وارده از دهلیز ها رو به ریه ها میفرسته و بطن چپ آن را به اعضای بدن میرسونه. وقتی که گردش خون به خوبی انجام نشه، قلب مجبور میشه که انقباض قوی تری داشته باشه و ضربان آن شدیدتر بشه. در نتیجه عضله قلب برای اینکه بتونه عمل پمپاژ خون را انجام بده بزرگتر میشه. کلیه ها هم که کمتر خون دریافت میکنند، کمتر مایعات را توسط ادرار دفع میکنند. در نتیجه مایع بیشتری در بدن میمونه و باعث تورم و زیاد شدن حجم خون و خستگی قلب میشه. در نتیجه خستگی و تنگ نفس تولید شده و با گذشت زمان قلب دیگر نمیتواند فشار بیشتری را
برای گردش خون ایجاد کنه. پیشرفت بیماری در بیشتر مواقع کمکاری قلبی یک بیماری مزمنه و خستگی اولین سمپتومه که خودش رو نشون میده. با پیشرفت بیماری تنگی نفس در هنگام فعالیت بدنی و بعداً حتی در حال استراحت وجود داره. بعضی وقتا درمان عامل کمکاری قلبی باعث درمان آن میشه، مثل برطرف کردن یک ناهنجاری قلبی با عمل جراحی و در سایر مواقع داروها، و همینطور عوض کردن عادات زندگی که باعث بهتر شدن وضع بیمار حتی خدا نمیدونم بهتر بله و یا بعضی از فعالیت های و بازیابی باعث بهتر شدن وضع بیمار و یا بازیابی بعضی از فعالیت های کنار گذاشته شده بشه. انجمن قلب نیویورک، نیویورک هارت اسوسییشن، 4 مرحله برای پیشرفت کمکاری قلبی را بر اثر تحمل فعالیت ورزشی تعیین کرده. عرض کنم حضورتون، من اینو جدول سعی میکنم یه جوری بگم که چون جدول معمولا باید دید. خب این جدول 3 قسمت داره: مرحله پیشرفت بیماری، محدودیت فعالیت های بدنی و سمپتوم ها. گفتیم که 4 تا کلاس، 4 مرحله داره. کلاس 1 بیماری سبکه، محدودیت فعالیت بدنی اصلا نداره. سمپتوم هاش هم تنگی نفس غیر طبیعی و خستگی در زندگی رو نداره و در هنگام استراحت هم ناراحتی نداره. کلاس 2 باز بیماری سبکه، محدودیت فعالیت های بدنی یک کمی محدودیت داره و سمپتوم ها با فعالیت متوسط دیده میشن. کلاس 3 مرحله پیشرفت بیماری، پیشرفتش متوسطه، محدودیت فعالیت های بدنی داره و سمپتوم ها با فعالیت های بدنی کم هم دیده میشن ولی در استراحت از بین میرن. مرحله 4 پیشرفت بیماری شدید بوده و محدودیت کامل وجود داره در فعالیت بدنی و سمپتوم ها حتی در موقع استراحت هم دیده میشن. حالا مشکلاتی که این بیماری میتونه تولید کنه، این مشکلات انواع مختلفی بر حسب وضع سلامتی بیمار، سن بیمار، علت کمکاری قلبی و شدت اون داره. اگر درمان نشه میتونه به سرعت مشکلات جدی ایجاد کنه، مثل جمع شدن مایع در ریه ها که تنفس رو مشکل میکنه، مثل امکان خطر آریتمی یعنی نامنظم بودن ضربان قلب و بالاخره امکان داره که ایست قلبی تولید بشه، یعنی ایست قلبی زیاد بشه. همینطوری که لخته های خونی در سیاه رگ‌ها تولید میشن که میتونه باعث مسدود شدن سرخ رگ ریوی و تولید آمبولی ریوی بکنه که یک مشکل مرگاوره. اگر درمان نشه کمکاری قلبی میتونه صدمه به کبد و کلیه ها بزنه که از اعضای مهم بدن هستن. ببخشید. یکی از خواص این استان ما، شهر ما، اینه که
دیروز بعد از ظهر 28 درجه بود و دیشب رسید به 3 درجه. پنجشنبه شب باز زمین یخ میزنه. تشخیص. آزمایش کلینیکی به پزشک کمک میکنه که تشخیص کمکاری قلبی رو بده. ولی برای داشتن اطلاعات کاملتر و درجه بیماری آزمایشات زیر لازم میشه. آزمایش خون، دانستن میزان مواد مختلف موجود در خون مانند کلسترول، گلوکوز، پتاسیم، کرئاتین و سایر چیزهایی که پزشک ممکنه درخواست کنه. این آزمایشات نشون میده که وضع اعضای حساس به بیماری و علت کمکاری قلبی رو روشن بکنه، مثل کلیه ها و کبد. پپتید ناتریورتیک، بهش BNP هم میگن. این آزمایش هم برای مشخص کردن کلاس کمکاری ها رو میتونه اندازه گیری کنه، بگه چه کلاسی هست. بعد رادیوگرافی قفسه سینه، اندازه قلب در روی کلیشه رادیوگرافی نشان دهنده وضع قلبه و همینطور احتمالاً علل دیگری که باعث بدکاری اون میشه، به اضافه اینکه رادیوگرافی نشون میده که آیا مایعی در ریه ها وجود داره یا نه. الکتروکاردیوگرام، این آزمایش فعالیت‌های الکتریکی قلب رو و همینطور اگر آریتمی یا اختلالات انتقال الکتریکی در داخل قلب وجود داره رو نشون میده. این آزمایش رو ممکنه در حال استراحت یا فعالیت انجام داد. در حال استراحت که اونایی که این آزمایش کردن میدونن که این الکترودار که میچسبونن شخص دراز کشیده و اون پرستار یا پزشک، پرستاری که این درس خونده یا پزشک، نوار قلبی میگیره. در حال فعالیت اینه که معمولا کاردیولوگ انجام میده، همون چیزها رو میزنن روی بدن میچسبونن و شخص روی انگلیسیش میشه تردمیل، فرانسش میشه تاپی رولان، روی این راه میره و به تدریج این سطح تردمیل تاپی رولان رو میاره بالا، پزشک میاره بالا و میخواد ببینه که تا چه حد شخص میتونه تحمل کنه و کی فشارش میره بالا. اکوکاردیوگرافی یعنی کاردیوگرافی قلب. اکوکاردیوگرافی یعنی اکوگرافی قلب. نشون میده که نشان دهنده قلب و وضع اونه. اگر ناهنجاری وجود داشته باشه دیده میشه و همینطور میشه اندازه بطن ها و وضع دریچه قلب ها و آثار یک سکته قبلی رو میشه دید. یک خستگی دائمی، تنگی نفس که بر اثر فعالیت‌های کم و بعداً کمتر تولید میشه، تنفس کوتاه و صدادار، یعنی نفسش سوت میزنه مثل نفس آسماتیکا و همینطور اشکال در تنفس که در حالت خوابیده شدیدتر میشه، ضربان بالای قلب، درد و احساس فشار در قفسه سینه، زیاد شدن فرکانس ادرار شبانه، زیاد شدن وزن به علت جمع شدن آب در بدن از چند کیلو تا بیشتر از 10 کیلو و سرفه اگر آب در ریه جمع شده باشه. حالا آرزه مخصوص
کمکاری قلبی چپ، اشکالات تنفسی صدادار بر اثر جمع شدن مایعات در ریه ها و عوارض مخصوص کمکاری قلبی راست، تورم ساق و مچ پاها، ورم کردن شکم، یعنی شکم باد میکنه، یعنی شکم میاد جلو. بله، احساس سنگینی، اشکالات دستگاه گوارش و صدمه دیدن کبد. کسانی که دچار ناهنجاری های کرونری هستند، مثل اینکه دچار آنژین دو پواترین هستند یا انفاکتوس میوکارد داشتند یا آریتمی کاردیاک داشتند، اینا در خطر کمکاری قلبی هستند. تقریبا 40% کسانی که یک انفاکتوس میوکارد داشتند دچار کمکاری کاردیاک میشن. این درصد اگر انفاکتوس به خوبی درمان شده باشه کمتر میشه. افرادی که با یک ناهنجاری کاردیاک مادرزادی متولد میشن اشکالی در انقباض یک دهلیز یا بطن دارند. اشخاصی که دچار مشکلی در فعالیت دریچه های قلبی دارند و اشخاصی که دچار یک بیماری مزمن ریوی هستند، اینها بیشتر در خطر. عوامل تولید خطر. اول، علائمی که از همه مهمتر هستند، مثل فشار خون سرخرگی، مثل تاباژیسم یا مصرف دخانیات، مثل هایپرلیپیدمی یعنی چربی خون بالاست، و مثل دیابت، معمولا در سنین بالا مثل سن بنده. البته من خوشبختانه نه مشکلی دارم نه داروی میخورم، ولی دیابت و کلسترول اینا با هم و شاید یکی دو تا چیز دیگه هم مثل اسیدوریک اینا معمولا زیاد دیده میشن. یعنی یک شخصی که بیماری دیابت داره، این دیابت رفیقش هم صدا میکنه میگه آقا چربی زیاد، شما هم تشریف بیارین، یا یکی دو تا چیز فشار خون، شما هم تشریف بیارین. خب این چارتایی که عرض کردم از همه مهمتر بودن، ولی عوامل دیگری هم هستن، مثل کمخونی شدید، مثل هایپرتیروئیدی درمان نشده، مثل چاقی شدید، مثل اپنه خواب. یعنی اپنه خواب یعنی اونهایی که تو خواب یه چند لحظه نفسشون در نمیاد، نفسشون میگیره. کمبود حرکت، اونایی که حرکت بدنی ندارن، آدمای گوشه‌گیر، مصرف خوراکی های شور و سندروم های متابولیک و مصرف بالای الکل. چند راهنمایی برای پیشگیری خدمت رو عرض میکنم. اولین راهنمایی ها رو برای پیشگیری کم کردن عوامل خطر توضیح میدم. اول از همه عادات زندگی، تغذیه سالم و متنوع، ورزش مرتب، ترک دخانیات و مواظب میزان و کنترل فشار خون بالا، کلسترول و دیابت. تغذیه سالم و متنوع که خدمت رو عرض کردم باید شامل سبزی ها هم باشه. رنگ های مختلف در سبزی ها و میوه های مختلف خواص خاصی دارن، بی خودی نیست که تربچه قرمزه مثلا. بله،
راهنمایی برای پیشگیری از شدید شدن بیماری و تولید مشکلات بعدی. به محض اینکه احساس کردید سمپتوم‌های اولیه را دارید به پزشک مراجعه کنید. یک تشخیص سریع و تحت نظر پزشک بودن و در صورت لزوم استفاده از داروها و بهبودی مد زندگی کمک میکنه که بیماری آهسته تر پیشرفت کنه. همینطور بیمار باید مواظب موارد زیر باشه. اول از همه داشتن وزن متعادل و بعد یاد بگیره چطور استرس ها رو کنترل کنه و بعد کم کردن مصرف الکل. ما یا بهتره اصلا بگیم عدم استفاده از الکل. اگر نمیشه قطع کرد کمش که بعد کمش باید کرد. بعد عدم استفاده از غذاهای شور یا چرب که سمپتوم ها رو شدیدتر میکنه. از غذاهای سنگین. احتراز از نوشیدن زیاد آب، آب میوه، نوشابه های گازدار و شربت ها. عدم استفاده از داروهایی که باعث نگهداری آب و نمک در بدن میشوند، مثل آنتی انفلاماتوارها. چون عفونت های دستگاه تنفسی باعث شدت سمپتوم های کمکاری قلبی میشن، پیشنهاد میشه از واکسن های ضد گریپ و ضد پنوموکوک استفاده بشه. در اینجا این واکسن ضد پنوموکوک برای افراد 65 ساله به بالا مجانیه. بله. اجازه بدین وقتی گفتم غذاهای سنگین، بهتره همیهنانی که خدای نکرده دچار این مشکلات هستن، اگر مهمونی هم تشریف میبرند و چند نوع غذا هست، فقط به یکیش قناعت کنند، اکتفا کنند، مخلوط نکنند. غذاهای مختلف رو مخلوط کردن باعث سنگینی هم در هضم و هم در فشار میشه. البته خب گفتنش سخته، مخصوصا غذاهای خوشمزه ایرانی. شما میرین مهمونی میبینین قیمه هست و قرمه سبزی هست و مثلا کباب هست و مرغ هست و اگه از هر کدومش یه مقدار بردارین خودش میشه یه دیس بزرگ. بله. حالا اگر حمله حاد وجود داره چه باید کرد؟ در هنگام یک حمله حاد بیماری که با سختی تنفس و درد شدید در قفسه سینه همراه است، بلا فاصله آمبولانس را خبر کنید. مخصوصا همیهنان عزیز من که حالا صبر کنم ببینم چی میشه، یه ذره دراز بکشم برطرف میشه، وقت را دست ندین. اگر دیدین خدای نکرده نفستون در نمیاد، احساس فشار در قفسه سینه میکنین، درد دارین، معطلش نکنید. یا خودتون یا کسی نزدیکتون هست، بخواین که بلا فاصله آمبولانس خبر کنه. اینو قبلا هم گفتم بازم میگم، اگر آمبولانس خبر بکنید، اولا اینجا از 60 یا 65 به بالا آمبولانس مجانیه، ولی قبل از اونم اگر آمبولانس خبر بکنید و اون متخصصینش بیاند و شما رو ببینن، اگر سوار آمبولانس نشید مجانیه، پولی نمیدید، ولی حتما خبر کنید، چون اونایی که با آمبولانس میان اونها تخصصشون هست که میتونن ببینن آیا وضعیت شما در چه وضعیتی هستین. اگر احتیاج باشه بلافاصله میذارنتون تو آمبولانس و خبر میدن به بیمارستان، تا رسیدید بیمارستان اونجا بهتون میرسن.
بله، حالا تا آمبولانس بیاد بیمار رو باید به او بیمار رو باید در حالت نشسته نگه دارید و به اون نیتروگلیسرین بدهید. حتما قبلا پزشک تجویز کرده، چون کسانی که دچار حمله حاد میشن اکثرا قبلا اینا مشکلاتی داشتن که پزشکشون براشون نیتروگلیسرین تجویز کرده. بعد حالا هنگامی که میشه علت رو درمان کرد، مثل ترمیم یا تعویض یک دریچه قلبی، کمکاری قلبی رو بهبود میده. هنگامی که نمیشه مستقیما روی عامل بیماری کاری انجام داد، درمان برای آرامش سمپتوم هاست و با درمان های جدید نه تنها بیمار میتونه کیفیت زندگی خوبی داشته باشه و از پیشرفت بیماری جلوگیری کنه، بلکه امکان به عقب راندن بیماری هم هست. باید در نظر داشت هر چه زودتر بیماری تشخیص داده شود درمان مؤثرتر است. متاسفانه در بیشتر موارد تشخیص در مرحله پیشرفته انجام میشه. کلینیک های مخصوص بیماران مربوط به بیمارستان وجود دارند که نظارت بر وضع بیمار دارند و متخصصین مختلفی مثل کاردیولوگ، پرستار، داروساز، متخصص تغذیه، فیزیوتراپیست و مددکار اجتماعی کمک ها و اطلاعات لازمه را به بیمار می دهند. اینم خدمت را عرض کنم، اینا اونقدر سرشون شلوغه که بعضی وقتا یادشون میره این بیماری که باید سوال کنه من چه کار باید بکنم، آیا یک داکیومنتی، یک مدرکی به من میدین که من تو خونه بخونم. اینا رو باید ازشون پرسید، اونا هم انسان هم، سرشون شلوغه، یادشون میره. بله، حالا بریم سراغ داروها. این قسمت داروها رو من مخصوصا از اسم و نوع داروها خودداری میکنم، ولی مختصر شرح میدم. اکثر این بیماران احتیاج به درمانهای دارویی دارن و اغلب 3 تا 4 نوع دارو را با هم برای نتیجه بهتر باید مصرف کنند، زیرا اثراتشان کامل کننده یکدیگر است. مثلا بعضی برای تقویت قلب و برخی برای جلوگیری از جمع شدن آب در بدن استفاده میشه. اول داروهای گشاد کننده سرخ رگ ها که باعث میشن فشار خون سرخرگی پایین بیاد و در نتیجه فشار وارد به قلب کمتر بشه و همینطور جمع شدن آب و نمک در کلیه ها هم کمتر بشه. این داروها بر روی 10% از مصرف کنندگان آثار ناخواسته ثانویه دارند. بعد داروهایی که از تنگ شدن عروق جلوگیری می کنند و آثاری شبیه داروهای قبلی دارند. و بعد داروهایی که باعث می شند ضربان قلب کمتر شده و در نتیجه عمل انقباض بهتر انجام بشه. و داروهای بعدی داروهای ادرار آور هستند که برای فشار خون بالا و همچنین کمکاری های قلبی به کار میرن و باعث میشن که آب اضافه مانده در ریه ها و سایر اعضا دفع میشن. و 2 نوع هستند. نوع اول باعث از دست دادن املاح مثل پتاسیم و منیزیم هم میشن و در نتیجه بیمار باید از مکمل‌های ویتامین
و مواد معدنی استفاده کنه و نوع دوم باعث از دست دادن پتاسیم نمیشه. داروی دیگری هست به نام دیجوکسین که از عصاره یک گیاهی به دست میاد به نام دیجیتال و باعث میشه که ضربانات قلب آرامتر و مرتبتر بشه و قلب انقباض بهتری داشته باشه. مد زندگی، بهبودی وضع بدنی بیمار هم جزو روش‌های درمانی است و رول مهمی در سمپتوم‌های بیماری داره. هر چیزی که بتونه فشار بر روی قلب رو کم بکنه دارای آثار مفیده، مثل کم کردن وزن، غذاهای سبک و کم نمک، یک برنامه راه رفتن روزانه مرتب، پیدا کردن روش‌هایی برای کم کردن استرس ها. این برنامه روزانه راه رفتن رو خدمت عرض کنم، اگر نمیتونید نیم ساعت راه برید، این رو تقسیم بر سه بکنید، سه تا ده دقیقه راه برید. پزشک و پرستار کلینیک های کمکاری قلبی راهنمایی های لازم را طبق درخواست به شما خواهند داد. اگر درخواست نکنی نمیدن. خدمت شما، دلیلش هم بهتون گفتم. جراحی، بعضی از اعمال جراحی برای درمان عامل کمکاری تجویز میشن، یعنی میشه رگ‌های کرونری بسته شده بر اثر آتروسکلروز رو باز کرد تا خون به راحتی جریان پیدا کنه. این عمل توسط آنژیوپلاستی کرونریان و یا پونتاژ کرونریان انجام میشه. اینم خدمت رو عرض کنم، قبلا از این ورید فمورال از کشاله ران کاتتر رو وارد قلب میکردند، این ولی اینجا اول در همین شهر ما در بیمارستان، یه بیمارستان بزرگ هست برای قلب و ریه، پزشکای اینجا برای اولین بار استفاده کردند که کاتتر رو از راه بازو از اینجا بفرستن، از راه بازو بفرستن داخل قلب. و فرقش این $2,000 کمتر خرج میشه برای وسایلش. بعد این کاتتر که میره، خب اول مایع حاجب رو میزنن، نشون میده که آیا تنگی داره یا بستگی داره، و اگر تنگی داشته باشه تو همون کاتتر یک بالونی داره، یک بادکنک مانندی داره که سرم فیزیولوژیکی تزریق میکنن، این باز میشه، رگ رو گشاد میکنه. اگر لازم باشه یه فنر همونجا میذارن که دیگه به بندز سابق بسته نشه، و اگر بسته شده باشه خب میشه وسایلی داره که اونجا رو میتراشه و اون چیزای کنده شده رو جمع میکنه. خب پونتاژ کرونریان هم از ساق پا رگ رو برمیدارن و اونجایی که بسته شده روش یه پل اینجوری میزنن، بهش میگن پونتاژ کرونریان. اگر آریتمی وجود داره ممکنه احتیاج به نصب یک فعال کننده قلبی مصنوعی به نام پیس میکر و یا یک دفیبریلاتور در قفسه سینه نصب بشه. این وقتی نصب میکنن که امکان ایست قلبی بالا باشه. جراحی دریچه های قلبی، کمکاری قلبی ممکنه بر اثر خرابی یکی از دریچه های قلب باشه،
پزشک تصمیم میگیره که دریچه رو ترمیم کنه و یا اون رو برداشته یک پروتز جاش بذاره. بعد پیوند قلب. گاهی پیوند قلب لازم میشه، مخصوصا در افرادی که کمتر از 65 سال دارن. حالا چرا اگه 65 سال به بالا باشه چرا مخصوصا نداره؟ برای اینکه دهنده قلب خیلی کمی. خب چند راهنمایی مفید. اول اینکه خوابیدن در حالت نیمه نشسته کمک به نفس کشیدن راحت تر میکنه. یعنی دو تا بالش بذاریم پشتش که کاملا تخت تخت نخوابه. دوم، صبح ها پس از ادرار کردن وزن خود را در یک دفترچه ثبت کنید. اگر 1.5 کیلو یا 3.3 پوند، اینجا میگن لیبر، در یک روز اضافه وزن داشتید با پزشکتون مشورت کنید. از مصرف الکل خودداری کنید زیرا سمپتوم ها را شدیدتر میکنه. حالا بریم سراغ طب مکمل. بله، روش های مکمل بیشتر در مراحل سبک بیماری، بیماری کمکاری قلبی مثل کلاس 1 و 2 مؤثرن. ولی از خوددرمانی خودداری کنید زیرا مکمل ها روی داروهای شیمیایی اثر دارند و قدرت آنها را کم و زیاد می کنند. در صورتی که مایلید از طب مکمل استفاده کنید، حتما با کاردیولوگ خودتون مشورت کنید. خب زالزالک. در عرض 20 سال گذشته بیش از 10 مطالعه کلینیکی همراه با گروه شاهد در اروپا انجام شده و روی 1000 بیمار که از کمکاری قلبی کلاس 1 و 2 رنج می بردند نشان داده که عصاره این گیاه همراه با داروهای کلاسیک از مقاومت بیمار در مقابل و همچنین باعث آرامش سمپتوم هایی مثل تنگی نفس و خستگی میشه. یعنی مقاومت بیمار رو در مقابل بیماری و سمپتوم ها بالا میبره. زالزالک باعث تقویت عضله قلب میشه و خاصیت گشاد کننده عروق و آنتی آریتمی داره. میدونم بچه بودیم تقریباً 62 سال پیش جلوی مدرسه ها میدونم زالزالک و نمیدونم خروس خندی و آب آلبالو و بعدم اسمش چیه این چی بود یادم رفته، شبیه آلبالو ولی ترشتر، هستش هم بیزیه، یادم نمیرسه. بله اینا رو میفروختن، زلزلک هم میفروختن. یک قرون میدادین یه مقدار زلزلک به اون میدادن، خوشحال میمدیم خونه. خب یک مطالعه کلینیکی بر روی 2600 بیمار مبتلا به کمکاری قلبی در مدت 2 سال نشان داد که عصاره زالزالک بی خطره وقتی که با داروهای درمانی کلاسیک مصرف بشه. ولی باید در نظر داشت که عصاره زالزالک باید حتما تحت نظر کاردیولوگ مصرف بشه زیرا بر روی دیگر داروهای مصرفی برای درمان سایر اختلالات قلبی اثر میذاره. یه آنزیمی هست بهش میگن
کوانزیم کیوتن یا اینجا میگن کودیس. دو مطالعه سنتز نشان داده، مطالعه سنتز یعنی مطالعه که روی یه سری مطالعه های قبلی انجام شده، نشان داده که کیوتن همراه با درمان های کلاسیک دارای آثار مفید بر روی افرادی که از کمکاری های قلبی کلاس 1 تا 3 رنج میبرند هست. نویسندگان این مقاله قبول دارند که باید مطالعاتی با کیفیت دقیق تر انجام بشه تا این آثار مفید رو بشه ثابت کرد. آرژینین یک اسید امین است که مدت ها برای تقویت بدنی ورزشکاران به کار میره، ولی امروزه میدونیم که برای این کار مفید نیست. در عوض کمک به وضع بدنی افرادی که ورزش نمی کنند و کسانی که به کمکاری قلبی دچارند می کنه، و حتی به کسانی که عمل تعویض قلب را انجام دادند کمک می کنه. حمام سونا و آب درمانی. سابقا حمام سونا برای کسانی که از کمکاری قلبی رنج می بردند ممنوع بود، ولی چند مطالعه کلینیکی بر روی بیمارانی که تحت درمان بودند و بیماریشان تحت کنترل بود حمام سونا را تحمل کردند و سونا برایشان بی خطر بود و حتی برای بعضی افراد سمپتوم ها را آرامتر کرد، زیرا باعث از دست دادن آب بدن بر اثر تعریق شد. محققین عقیده دارند که از آن به عنوان مکمل درمان‌های دارویی می شود استفاده کرد. یک مطالعه کلینیکی کوچک هم نشان داد که یک برنامه آب درمانی با آب گرم و آب سرد دارای آثار مفید بر روی کیفیت زندگی و سمپتوم‌های کمکاری قلبی دارد. اختار بهتر است قبل از استفاده از این دو روشی که عرض کردم با پزشکتون مشورت کنید، با کاردیولوگتون مشورت کنید. خب، طب هندی یا طب آیورویدیک یا آیورویدا. بعضی از معجون‌های طب هندی میتونند کمک به درمان کمکاری‌های قلبی بکنند. یک دارویی هست به اسم آبانا که از ترکیب دو داروی دیگه هست که فعلا از اسم یکیش هست ترمینالیا آرجونا و اسم دیگریش هست ویتانیا سومنیفرا. وقتی این را مخلوط میکنن نشون داده که فعالیت های قلبی رو تقویت کرده و فرکانس حملات آنژین رو در کسانی که از اختلالات قلبی رنج میبرن کم میکنه. همینطور طبق یک مطالعه سنتز محققین متوجه شدن که طب سنتی هند در اختلالات قلبی مفید واقع می شود و آثار آن در دراز مدت هم مشاهده می شود. بعد میریم سراغ اومگا 3 یا اومگا 3 یا اومگا 3. طبق یک مطالعه بزرگ که به مدت 4 سال بر روی 7000 بیمار در ایتالیا، بیمارانی که از کمکاری قلبی 2 تا 4 رنج می بردند، نشان داد که مصرف 1 گرم در روز اسید چرب پلی انساتوره اومگا 3 یا اومگا 3 کمی مرگ و میر بیماران رو با مقایسه با دارونما یا پلاسبو کمتر کرده.
و همینطور میزان بستری شدن بیماران بر اثر اختلالات قلبی هم کمتر شده بوده. تایچی محققین دانشگاه هاروارد اثر ورزش تایچی را بر روی 30 بیمار که از کمکاری قلبی مزمن رنج می بردند آزمایش کردند و در مدت 12 هفته اثر تایچی را با تکنیک های توانبخشی مقایسه کردند. البته هر دو با درمان های کلاسیک همراه بودند. نتیجه نشان داد که تایچی باعث بهبودی قابل توجه در کیفیت زندگی و مقاومت در ورزش و خواب بیماران داشته. یعنی مقاومت در ورزش، یعنی بیشتر میتونن ورزش کنن و خوابشون هم بهتر شده. خب وقت برنامه تمام شد. فقط عکس این بانو رو به شما نشون میدم. خانم اشرف قندهاری، بنیانگذار آسایشگاه کهریزک، در برنامه آینده انشاءالله درباره ایشون صحبت میکنیم و برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد به پایان میرسونیم. همونطور که عرض کردم برنامه هفته آینده و هفته بعد از اون هم درباره نارسایی های قلبی خواهد بود. تا برنامه و برنامه های آینده، اگر عمری باقی بود، شما رو به خدا می سپرم و امیدوارم که هیچ وقت به هیچ نوع بیماری مزمن دچار نشید. روز و روزگار به شما خوش.